به حال دای دکتر خیلی بهت حسودیم میشه. شرمنده اخلاقتم. چرا؟ یه موجود استراتژی که مثل من داری. ماست بخوری. اعتماد به نفس تو اگه خلال دندون داشت الان تنه درخت بود. ناچس برنامه گذاشتی بحث استراتژی بکنی یا برنامه گذاشتی واسه تعریف کردن از خودت. حالا با نست اینجا برو سر سوالات دیگه. بازم ما رو ضایع کرد. باشه فضاحت مجلس رو چه کار کنه؟ خودم یکی فضاحتش رو میگی؟ مجلس که پر فضاحته. این مشنگ مهداد بسپاش رو گذاشتن رئیس دیوان محاسبات مجلس که باید جلو تقلبا رو بگیره تو همون استارت سند سابقه خودش رو جعل کرده. آی دکتر آبرو برای مقام عثمان نذاش. ناکس حقباز شیطون همچی میگه بزنمش که سر و تشه. سب کو میرم حرف دهنتو بفهم. ناکس میخوای بزنی مقام عثمان رو سر و ته کنی؟ من کی گفتم مقام عثمان؟ مهداد بسپاشو میگه. ناکس حرف تو عوض نکن. اولا همه شنیدن گفتی ناکس حقباز. دوما با کدوم آبرو؟ سو من چه فایده که بسپاشو بزنی سر و ته کنی؟ دزد و سر و ته هم که بخونی باز دزد خونده میشه. دردم همینطوره. مثل ما درمان نیست که اگه سر و ته میکنن میشه نامرد. آی دکتر کی جرأت داره شما رو سر و ته کنه؟ خودم سر و تهش میکنم. کشکی میگی ها؟ ولی خب کشکیش هم صفا داره. آی دکتر نظام الهی ما گفته که داره واکسن کرونا رو میسازه. این از همون خانواده کرونا یا به سلامیه یا این هم اگه از همون خانواده نباشه مخترش از همون خانواده سلامیه. این واسه اون خری میبنده اون واسه این. مرحوم عبوی همیشه میفهم بودن بزن بهادر عرض میکردم. بله میفهم بودن مشنگه گفت دیشب خواب دیدم که رفتم سواحل آنتیگوا و باربادوس واسه تعطیلات. رفیق گفت منم یه خواب دیدم که یه مهمونی مفصل دارم توپ به توپ همه دوستان بودن جز تو. مشنگه گفت ناکس خب واسه دعوتم نکردی؟ یارو گفت والا سراغت اومدم گفتن که رفته سواحل آنتیگوا و باربادوس. بازم اینا که یه خالی میبندن یه مدتی گم میشن پیداشون نیست. یه چیزی اینا میشه گفت بهشون. حاجی روحانی رو چی کار کنی که هر روز یه حرف میزنه. یه بار میگه خبری نیست چیزی نیست همه چی خوبه. همون روز میگه همه شهر قرمزه تقصیر مردم هم هست. یه حرف میزنه بعد خودش به خودش میگه زر مفت نزن. اصلا کار کردنش این شکلیه که هر لحظه یه حرفی بزنه. به مشنگه گفتم برو عقب ببین این راهنمای ماشین ما کار میکنه یا نه. رفت گفتش که کار میکنه کار نمیکنه کار میکنه کار نمیکنه. روشن شد یا همچی بذاره که تو هم یه روز کار کنی یه روز کار نکنی. آیا دکتر خبرنگارا هم حاجی روحانی به خاطر دروغاش دست میندازن؟ مگه چی گفتن؟ خبرنگارا با حاجی روحانی مصاحبه میکرده گفته لطفاً بگین اسمتون چیه. دکتر روحانی هم گفتم تو اسم منو نمیدونی؟ خبرنگارا گفته چرا ولی میخواستم ببینم میتونی یه حرف راست بزنی یا نه. سب کن بینم راکست اون داره این حرفا رو میزنه تو داری شلوغش میکنی. آیه دکتر این باقری مشنگ رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح. بله بله همون محمد مشنگه. این رفت سفر سوریه با این همه قمپوز و توافقنامه همکاری نظامی. اینا گفت پدافند بهشون دادیم که پشه رو تو آسمون دستپن میزنه میاره پایین. ولی هنوز برنگشته بود 5 تا فرودگاه رو تو همون سوریه زدن. میگم نکنه این باقری خودش آدرس داده اینا رو بزنن که همه قدر پدافنده خودمون رو بیشتر بفهمن. نگن یه چیزی از روسیه خریدیم که به درد نخوره. به این کار میگن دکترین جواب آزمایش. مخصوص مشنگای این شکلیه. مرحوم عبوی همیشه میفهم بوده بزن بهادر عرض میکردم. بله میفهم بودن که مشنگه داشتشو برد آزمایش. پولش خیلی گرون شد. گفت انقدر که خرج کردم اگه هیچی نباشه خودم خفت میکنم. داشه الان 3 روز دعا میکنه وبا گرفته باشه. ولی این به باقری نمیخوره چون اونجا طرف هیچیش نبود. اینجا پدافند و مستقر نکرده شروع کردن به زدن. خود همون هواپیمایی رو که قطعات پدافند رو داشت میبرد اونم زدن براش. کاش همه این مشنگیش همین بود. آی دکتر یه بیانیه هم داده بیرون که بیشتر آبروی نظام رو برده. اوه اوه همون که مربوط به اون کابوس 32 سال پیش میشه دیگه. بله 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 من که نه سر پیازم نه ته پیاز از خجالت آب شدم. آخه مشنگ اکبری با این بیانیه که داده همه فهمیدن که این همه که مقام ما دم از اقتدار نظام میزنه کشکه. داری خوشحالی میکنی که نظام سرنگون نشده که جواب بدن دیر و زود داره سوخت و سوز نداره. بیشوری آقا حدی داره؟ نه تو نظام ما حدی نداره.
به صیاد شیرازی هم گفتن زیاد قمپوز در نکن، گوش نکرد ببین چجوری شد. آی دکتر نه ترسونه شیرازی، نیازی نیست که من بترسونمش. تو نظام هر کی بالا یه کاریه الان ترسیده میخواد یه پک و پولی ور داره در بره، همه یه جورایی میترسن برای خودشون چون بالاخره تو نظامه. مرحوم ابوی همیشه میفهمیده بزن بهاتون عرض میکردم بله میفهمیده که مسافره تو تاکسی میخواست یه چیزی بی راننده بگه، همچه یه زد رو شونش یک مرتبه کنترل از دست راننده خارج شد، جیغ و داد میزد این ور به پیچ اون ور به پیچ، کم مونده و بزنه به یک اتوبوسی و چند تا زور زیر بگیره و اینا، بالاخره به زور نگه داشت زد رو ترمز. مسافره گفت ببخشید نمیدونستم اینقدر میترسی. راننده گفت تقصیر تو نیست، امروز روز اولمه که دارم رانندگی تاکسی میکنم، تا حالا 30 سال راننده نشکش بودم. روشن شد یمچی بذارم که نشه تو با نشکش ببرن از اینجا. آقای دکتر در پایان میخوام از شما که یک تحلیل همه جانبه از وضعیت نظام بدی. خب تو قطعنامه اکثریت کنگره رو شنیدی؟ کاش میمردم و نمیشنفتم. اون جریان 32,000 تا سیخ تو چش و چال مقام عظمام که از همه جا دویه به هم وصل شدنم که من دیگه نمیگم. خیلی ممنونم که اشاره به این گردهمایی بزرگ نکردین. اخراج سفیر نظامم که از آلبانی هوایشو داری. بله آقای دکتر. زایع شدن ظریف تو عراق و کنف شدن اون الاغچی تو افغانستانم که داشتی. بله آقای دکتر. خبر محاکمه اسدی رو که خودت دنبال میکنی. بله ثانیه به ثانیه، چون اولین بار تو تاریخ دیپلمات نظام که هنوز سرکاره داره محاکمه میشه. نخیر اولین بار نیست، تو نظام الهیه ما قبلش رجایی خراسانی رو تو نیویورک گرفتن، ولی خب پالتو دوزی بود، خلاف سنگین نبود، با پول راستوریز شد. حالا داشتم میگفتم همه بدبختی ها رو که گفتم که میدونی، قیمت دلار رو دعوای مجلس و پرونده تبری اینام که تو جریانش هستی. بله آقای دکتر. پس همه اینا رو میدونی؟ بله بله. بعد وقت به من بگی که بیا واسه جنبندی بکنم. بله آقای دکتر. تو خجالت نمیکشی؟ مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بادر. عرض میکردم بله. میفهمودن که معلمه به شاگرده گفت 7-8 تا چند تا میشه؟ شاگرده گفت شما خودت میدونی جوابشو؟ معلمه گفت بله که میدونم. شاگرده گفت پس بیخود میکنی وقت کلاس رو میگیری. آیه دکتر شما نمیتونی جنبندی استراتژیکی بدی؟ بگو نمیتونم دیگه. چرا به من توهین میکنی؟ من جلوتو گرفتم، حالا واسه من نمیتونم جنبندی بکنم.